نظرت در مورد اینکه از رزبری پای استفاده بکنیم برای والت ای کولد والت برای کیف پول سرد نظر در مورد اون چیه؟ من خودم فکر میکنم که مزیتش اینه چون برای چنین چیزی ساخته نشده پس شرکت سازندش هم یه بکدور یه در پشتی واسه خودش کار نذاشته که بتونی یه جوری به بیت کوین یا من دسترسی پیدا بکنی، یه موقع وای فایش رو روشن بکنی، یه موقع بلوتوثش رو روشن بکنی. این حالا بدبینی در سطح ادوارد سنودن هست، سکیوریتی در حد ادوارد سنودن، ولی فکر میکنم یه جور منطقی رو بشه آورد واسه یه استفاده از یه سخت افزاری که مختص بیت کوین نیست. بین این دو گزینه تو کدومش رو انتخاب میکنی؟ یه سخت افزاری که مختص بیت کوین ساخته شده، یه چیزی که مختص بیت کوین ساخته نشده و تو از اون برای کیف پولت استفاده بکنی که شکی هم بر نیانگیزی؟ ببین، من از رزبری پای برای یه کیف پول به هیچ عنوان استفاده نمی کنم. من فقط و فقط از سخت افزارهای استفاده می کنم که ساخته شدن برای نگهداری از کلید خصوصی بیت کوین و فقط و فقط بیت کوین. چرا؟ چون اینا ساخته شدن، اینا یه سیکیوریتی مدلی دارن که فقط دیزاین شدن برای یه کار و نگهداری و محافظت از کلید خصوصی شماست. خب حالا رازبری پای این وسط چی میگه؟ رازبری پای، من اینجا الان یه رازبری پای دارم، رازبری پای من فقط برای چیز وریفیکیشن استفاده میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که من سرور خودمو دارم. من چون ببین خیلی ها اینو اشتباه میگیرن، کسایی که مخصوصا تازه اومدن تو بیت کوین فکر میکنن بیت کوین وقتی که شما یه والت داری، داری از بیت کوین کاملا استفاده میکنی، که میشه یه جورایی گفت آره اکثر مردم هم همیشه فقط از یه والت خواهند استفاده کرد، ولی اگه شما خصوصیت تو میخوای ببری بالا، سیکیوریتی تو میخوای ببری بالا، بهترین کاری که میتونی بکنی اینی که از یه سخت افزار برای کیف پولت استفاده کن. Very good. ولی اگه یه step، یه level security تو حتی بالاترم میخوای ببری، بیا سرور خودتو بچین و کل بلاکچین رو بیار تو خونت، بیت کوین رو بیار تو خونت. چون همه والت ها، شما الان مثلا بذار یه مثال بزنم، مثلا شما الان از یه لجر داری استفاده میکنی، درسته؟ خب اون لجر لایو از کجا ولیدیت میکنه که ترانزکشن وارد شد؟ با نودای دیگه. با نودای دیگه، دقیقا. من میام به جایی که از یه نود شرکت تو فرانسه استفاده کنم، نودو میارم تو خونه خودم. از طریق تور ترانزکشن ها رو وریفای میکنم، ترانزکشن ها رو ارسال میکنم، خصوصیت همون میبره بالا، به هیچ عهد و ناسی هم نباید اعتماد کنم. یه مثالی که من استفاده میکنم برای این از دنیای طلاست. خب شما وقتی که میری طلا میخری، خب از کجا میفهمی اون طلا واقعیه؟ باید متخصص باشی که اونو، باید دستگاهی داشته باشی که عیارشو به سنجه، خلوصشو به سنجه. باریکلا. یا به یکی اعتماد میکنی، یا به طلا فروشی اعتماد میکنی که آقا این طلا واقعا 999 گرم طلاست و چیزی قاطیش نیست. خب یا اعتماد میکنی، یا خودت یه دستگاه داری که اون طلا رو میتونی وریفای بکنی که واقعا اونقدر طلا توشه. اون دستگاه یه بیت کوین نوده. شما اگه واقعا 100% میخوای مطمئن باشی که این یه بیت کوین واقعیه و 100% بیت کوینه، میتونی هر ترانزکشنی که وارد والتت میشه رو خودت وریفای بکنی به جایی که به یکی اعتماد بکنی، که اکثر آدم‌ها این کارو نمیکنن و نیازم نیست بکنن، ولی من میکنم. این یه دلیلشه. دلیل دومش اینه که شما وقتی که از یه سرور یه شرکت استفاده میکنی، تمام آدرسات ارسال میشه به اون سرور با آی پی آدرست.
یعنی هم لوکیشن تو واو. با آی پی آدرست، یعنی هم لوکیشن تو میبینن هم بیت کوین آدرست رو میبینن. شما پابلیک، درسته پرایوت کیت روی والته، ولی هر دفعه میای والت رو وصل میکنی به یک کلاینت، مثلا به یه سامورای یا به یه سپرور، پشت اون سپرور خب یه سرور دیگه، اگه سرور خودت نباشه یعنی یه سرور کسی دیگه ایه. بعد تو میای اکس پاپ یا کلید عمومی تو میاری روش، تمام آدرسات میره رو اون سرور. آره مستر پابلیکیت، تمام آدرسات لو میره با آی پی آدرست به اون سرور. واو. برای همین یه سرور آدم خودش داشته باشه خاصیتش اینه که پس منطقه باشه تورت هم همینه، تو رو استفاده میکنی که آی پی تو که آی پیم، که آی پیم نشون داده نشه. دقیقا هم آی پیمو نشون نمیدم، هم ترانزکشن رو خودم و خودم وریفای میکنم.